به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدید. این قسمت بررسی جامعه کوتاه مدت ایران در گفتگو با همایون کاتوزیان. محمد علی همایون کاتوزیان، تاریخ نگار، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دپارتمان شرق‌شناسی دانشگاه آکسفورد در سال 1321 شمسی در تهران متولد شد. او پس از پایان دبیرستان در مدرسه البرز تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت. اما پس از یک سال تحصیل به دلیل علاقه‌مندی به علوم انسانی رشته پزشکی را رها کرد و به انگلستان رفت تا در رشته اقتصاد ادامه تحصیل دهد. کاتوزیان دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه کنت در کنتربری انگلستان دریافت کرد و پس از آن 18 سال در این رشته تدریس و پژوهش کرد. همزمان با تدریس در رشته اقتصاد، کاتوزیان بر پژوهش در حوزه تاریخ و ادبیات فارسی نیز متمرکز بوده و تاکنون آثار متعددی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی چاپ کرده است. کتاب‌های تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه مرتضی طیب و ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر ترجمه عبدالله کوثری از شناخته ترین آثار او در میان خوانندگان فارسی زبان هستند. یکی از مهمترین پروژه های پژوهشی کاتوزیان تاریخ نگاری تحلیلی با تمرکز بر شخصیت های تاریخی است. او در آثار خود با پرداختن به زندگی شخصیت های سیاسی و فرهنگی تحولات سیاسی و اجتماعی دوران آنها را بررسی کرده و نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم هم عصر آنها را نیز به نقد می کشد. برای مثال در مقاله‌ای با عنوان ذکر بردار کردن حسنک وزیر، ملاحظاتی پیرامون جامعه شناسی تاریخی ایران، کاتوزیان با بازخوانی دقیق ماجرای بردار کردن حسنک وزیر از تاریخ بیهقی، ریشه های تاریخی و جامعه شناختی استبداد را در ایران تحلیل می کند. صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، خلیل ملکی سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی و مصدق و نبرد برای قدرت در ایران نیز از جمله آثار برجسته او در این حوزه محسوب می شوند. در این اپیزود از پادکست فلای باتل، زهرا پزشکیان، دانش آموخته اقتصاد و سیاستگذاری عمومی با همایون کاتوزیان درباره نظریه جامعه کوتاه مدت او گفتگو می کند. کاتوزیان معتقد است جامعه ایران برخلاف جامعه دراز مدت اروپا از مجموعه دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته تشکیل شده است. به باور این تاریخ پژوه ایرانی، نبود نهادهای پایدار و چارچوب قانونی مستحکم باعث شده است جامعه ایران دائما در وضعیت ناپایداری و تغییرات مکرر به سر ببرد. و این وضعیت ناپایدار تأثیرات عمیقی بر توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران گذاشته است. در ادامه وی با ارائه مثال‌های معاصر وضع کنونی را نقد می‌کند و دو ویژگی نیازمند تغییر جامعه ایران را نارضایتی دائمی از دستاوردها و نپذیرفتن مسئولیت اجتماعی می‌داند. آقای دکتر کاتوزیان، خیلی ممنون از اینکه دعوت فلای باتل رو پذیرفتید. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید. برای شروع فکر می‌کنم بد نباشه که یک کمی درباره پیشینه آکادمیک شما صحبت کنیم. شاید خیلی از مخاطبان پادکست ما و بسیاری از کسانی که شما رو می‌شناسن ندونن که شما در واقع در رشته اقتصاد تحصیل کردید. اونطور که من می‌دونم اگر درست باشه شما بعد از اتمام دبیرستان در ایران به انگلستان مهاجرت میکنید و از لیسانس تا دکتری در رشته اقتصاد تحصیل میکنید. بنده اول پزشکی خوندم، رفتم یک سال دانشکده پزشکی بعد از دبیرستان. دبیرستان البرز تموم کردم، کنکور دادم، هم پزشکی تهران هم شیراز پذیرفته شدم، رفتم اونجا. این فکرم چون اصلا دیپلمم طبیعی بود. ولی بعد از 5-6 ماه متوجه شدم که پزشکی به اصطلاح حرفه مناسب من نیست. برای من علم سال خیلی دوست داشتم، ولی وقتی فکر میکردم که به اصطلاح پزشک بشم و
به استرا به طور حرفه کار پزشکی بکنم. این یه نکته بود. نکته دیگر این بود که من خیلی علاقه دیگه داشتم که با پزشکی خوندن بهشون نمیرسیدم، در ادبیات، در تاریخ، در جامعه شناسی و غیره، اقتصاد. این بود که پزشکی رو رها کردم و آمدم انگلستان و علوم اجتماعی خوندم با تخصص در اقتصاد. به عنوان سوال بعدی میخواستم ازتون بپرسم که شما در دوره دکتری در رشته اقتصاد روی چه حوزه متمرکز بودید و اینکه چی شد که بعد از اینکه سالها در رشته اقتصاد تحصیل و تدریس کردید تصمیم گرفتید که به سمت تاریخ نگاری و ادبیات فارسی تغییر مسیر بدید. در واقع میخواستم بدونم چی شد که از رشته پیوری مثل اقتصاد که روش شناسی صلبی داره تغییر مسیر دادید به سمت تاریخ و ادبیات فارسی. عرض کنم که من تغییر مسیر ندادم. 18 سال اقتصاد درس دادم و یه مقدارم تئوریا و اندیشه های جدید منتشر کردم در اقتصاد که مهمترینشون کتاب ایدئولوژی و درس در اقتصاد. ولیکن دو دلیل داشت که من اولا من کار ادبیات و تاریخ رو پیوسته ادامه داده بودم، به همین جهت بود پزشکی رو دانست بایستم کنار که بتونم اونا رو با خودم حمل کنم. اینا رو با خودم حمل کرده بودم و حتی من چندین سال پیش از اینکه از تدریس اقتصاد دست بردارم کتاب صادق هدایت رو شروع کرده بودم و چیز پیشنویس اولش رو نوشته بودم پیش از اینکه اقتصاد کنار بزنم. همچنین تحقیق درباره تاریخ نهضت ملی و زندگی مصدق، اینها رو همه پیش از اینکه من تدریس اقتصاد کنار بذارم شروع کردم، مقداری پیش برده بودم. این بود که موقع حس کردم که به خاطر علایقی که در این حوزه ها دارم و با توجه به اینکه آنچه در اقتصاد کرده بودم در واقع علاقه منو در اقتصاد به پایان رسوند، از نظر تحقیق میگم، تدریس نه، تدریس که در هر رشته ای علاقه داشتم، ولی دیدم دیگه از این به بعد اگه بخوام در اقتصاد ادامه بدم باید خیلی کارهای تحقیقات روتین بکنم که من علاقه ندارم زیاد. من به تحقیقات جدید علاقه دارم، چیزی که بهم بسیار اینو شوق و اشتیاق بده. این است که تصمیم گرفتم از اقتصاد برم کنار، خودم رو از اقتصاد بازنشسته کردم از دانشگاه و آمدم آکسفورد و شروع کردم به تدریس و تحقیق در تاریخ و ادبیات، تاریخ ایران و ادبیات فارسی. اینکه میگید که مثلا به تحقیقات جدید علاقه مندم، یکم میتونی اینو باز کنی که منظورتون چیه؟ منظورم یکی چیزی که کاملا تازه باشه، نه اینکه روتین باشه، چون بیشتر آکادمیسیان ها بیشتر اوقات باشون روتینه. یه موضوع رو میگیرن که یکی یه چیزی نرسته، اینا یه چیزی بهش اضافه کنم. من اونجور کار رو علاقه نرستم بهش. تا اون موقع هر کاری که از من جدید بود در اقتصاد، ولی بعدش دیگه علاقه نداشتم که به یه همچی کاری رو مارو، چون چیز تازه نداشتم در اقتصاد. این بود که آمدم آکسفورد و دنبال تاریخ ایران و ادبیات فارسی رو گرفتم. میخواستم وارد بحث نظریه جامعه کوتاه مدت بشم. شاید خیلی از کسانی که شما رو میشناسن شما رو با نظریه جامعه کوتاه مدت بشناسن. شما جامعه ایران رو به یک جامعه کوتاه مدت تشبیه کردید و ویژگی هایی برای اون برشمردید. میخواستم ازتون خواهش کنم که خودتون نظریه جامعه کوتاه مدت رو برامون توضیح بدید و بازش کنید تا من در ادامه سوالات مرتبط با اون رو ازتون بپرسم. جامعه ایران جامعه کوتاه مدت بوده
در قیاس با جامعه اروپا که جامعه بلند مدت بوده، یعنی آنچه من کردم به صحبت میکنم کنم یک کار تطبیقیه، یعنی قیاس بین ایران و اروپاست، نه به طور مطلق ایران، بلکه نگاه کردم ببینم آنچه در ایران در اروپا اتفاق افتاده و محققین اغلب همون رو منتقل میکنن به ایران، آیا این واقعیت داره یا اینکه جامعه ایران ویژگی‌های دیگه ای داشته. این از اینجا شروع شد که من وارد به اصطلاح نظریه استبداد رو طرح کردم، ولی پیش از اینکه به اونا بپردازم اول اجازه بدید به طور خودمونه دو سه تا چیز بگم که این نکته شنونده دستش بیاد. من بارها نوشتم و گفتم که مثلا در حدود 120 سال پیش یه مردی که در ایران از خونه صبح میومد بیرون مطمئن نبود که تا آخر شب وزیر میشه یا چهار شقص از چهار گوشه چهار دروازه سر آویزون میشه، یعنی زندگی قابل پیش بینی نبود. اینم بارها گفتم که جامعه ایران یه جوری که امسال یکی تاجر، سال بعد وزیر میشه، سال بعد میفته زندان، که همین دوره خودمون اینا دیدیم. همین حکومت طرف دارای احمدی نژاد مثلا نگاه خود سوهن عرض کنم که یا این که مثال هایی که ضرب المثل هایی که ما داریم حاکی از اینه میگیم شیش ماه دیگه تو زندگی مرده، یعنی تا زندگی تا بیش از شیش ماه قابل پیش بینی نیست. عرض کنم میگیم یه توپو که بندازی هوا ده تا چرخ میخوره بیاد زمین، یعنی هر اتفاقی ممکنه، هر چرخش چیز از این ستون به اون ستون فرجه، این کاملا امکان ایران مملکت امکاناته، یعنی هر چی ممکنه اتفاق بیفته. اینا به خودمونی دارم میگم که یه خورده توجه درشه. جامعه کوتاه مدت جامعه ایه که در اون پیشبینی بسیار مشکلی، مثلا یادم یکی از مسائلی که می‌زدم بود که مثلا یک کسی کفاشی باز می‌کرد، یه کفاشی قنادی هرچی، و بعد با خوشحالی میگفت تازه باز کرده بود، میگفتش که بله این و اون رو سر میداد که چیکار کرده و چی فلان، و تا دو سال دیگه هم پول خود رو در میاره. این به زبان اقتصاد یعنی چی بهش میگن؟ افق سرمایه دنبال رو باقید افق میگن، افق سرمایه گذاری در ایران دو ساله، بعد از دو سال حتی شد شد، یعنی چیز قابل پیش بینی نیست. فقط تا دو سال سو نفس سو هم میانه میگه پول خود رو در اندازه اونه اگه واقعا اینطور میشد. به هر حال چنان که گفتم موضوع استبداد جامعه قابل پیش بینی نیست، به خاطر اینکه جامعه استبدادی هرج و مرج بود، یعنی ما در ایران هیچ وقت نه فئودالیسم داشتیم، ارباب رعیتی داشتیم ارباب، ولی فئودالیسم یه نوع جامعه است با ویژگی‌های خاص خودش، فقط موضوع ارباب رعیتی بودن نیست. از جمله اینکه ما در ارتباط با هم یه طبقه اریستوکرات طولانی مدت مثل اروپا که نسلن بعد نسل مالک زمین خودشون باشن به طور مطلق، کسی نتونه ازشون بگیری، و عرض کنم که در منطقه خودشون عملا حاکم باشن، مستقل از دولت باشن، دولت به اونا وابسته باشن نه اونا به دولت، و چنانکه گفتم نسلن بعد نسل ادامه بدن. و مثلا یه فئودال، یه دوک، یه کنت، یه بارون، یه مالکی، این وارثش
پسر اول بود. در واقع من اصطلاح پریمیوگنیتور که در انگلیسی هست و در زبانهای دیگه اروپایی در فارسی نیست، بخاطر که ما نداشتیم، ترجمه کردم نخست‌زادگی. یعنی که نفر اول، که اگه پسر اول زنده بود، پسر اول مالک و مالک ملک می شد، بعد عنوان رو به اسم بود. اگه نه پسر دوم، اگه نداشت برادرزاده اول، اگه نه برادرزاده دوم، همینطور ممکن بود تا دو فرسخ اون طرف ده، تا عرض کنم که طرف نخست‌زاده حساب می شد و جانشین می شد. پادشاهی هم همینطور، هیچ پادشاهی قدرت نداشت که تعیین کنه جانشینش کیه. جانشین هم پیش تعیین بود، حتما پسر اول اگه نبود پسر دوم همینطور. ما در جامعه ایران اینطور نداشتیم، بدون معنی هرکی هرکی بود، چون سن چیز آنچه به سلطنت مسئولیت، حکومت و سلطنت مسئولیت میداد، فرع ایزدی بود. فرع ایزدی هم یه چیز جادوییه که معنیش اینه که سلطنت و قدرت رو خداوند به پادشاه عطا میکنه و او فقط مسئول در مقابل خدا، در مقابل مردم مسئول نیست. و برخلاف جامعه اروپایی که بالاخره در مقابل یکی مسئولن، در زمان فئودالی و سلطنت مطلقه در برابر اریستوکراسی مسئول بود حکومت. این پایگاه اجتماعی داشت، اونا پایگاه اجتماعیش بودن، کلیسا پایگاه اجتماعیش بود. ولی در ایران تعیین کننده مسئولیت، آنچه یه پادشاهی رو مشروع میکرد، فر ایزدی بود. فر ایزدی در دوره با اساطیری که در شاهنامه ما داریم زیاد، از طریق اتفاقات غیرعادی شناسایی میشد. مثلا سیاوش از با اسب از آتش گذشت، پس فر ایزدی. یا پسرش که خسرو با اسب زد به دریای جیهون و از اون سر اومد بیرون، اون دریابان گفت این حتما فرقی داریده. یا بعد در جنگ با دیوار رو شکست داد، پدر بزرگش که کاووس گفت این فرقی داریده. پسر خودش که فریبرز بود حساب نشد. نوش که خسرو بود، چون از رودخونه و دریا اونجوری رد شده بود و دیوار شکست داده بود. خب این در دوره اساطیری معلومه، ولی در دوره غیر اساطیری، در زمان در جهان واقع چی تعیین میکنه فرزندی؟ هیچ. مصادره به مطلوب یعنی که هر کی زورش رسید و قدرت در دست گرفت، باید فرق ایزدی داشته باشه، چون اگر نداشت قدرت در دست نمیگیره. یعنی قضیه معکوس میشه و این سبب میشد که پادشاه به اصطلاح موقعیتش یه موقعیت کاملا متزلزلی بود. علاوه بر اون دو دلیل، یکی اینکه پایگاه اجتماعی نداشت، مردم پایگاهش نبودن، اون مسئول خدا بود نه مرد. دیگر اینکه پادشاه رو هر کسی میتونه سرنگون کنه، درست بشینه بگه اون فرقی داریه. این توی اروپا هم چیزی ممکن نبود. مقتدرستنی جنرال نمیتونست پادشاه رو برکنار کنه و بشینه درست بگه من سوانم، هیچ قبول نمیکن. فرمودی ببینید که بنابراین حتی موقعیت شاه کوتاه مدت بود، پس داشت بینید که میمونه نمیمونه. و بعد همچنین جانشینش، جانشینش معلوم نبود، خودش هم جانشین تعیین میکرد ملاک نمیشد. و بعد از اون هر کی زورش میرسید ولی اون میخواست به خودش نسبت داشته باشه نداشته باشه، اون سال سنجم. اینا سبب میشد که وزیر رو عرض کنم پسرش و اینا همه جونشون در خطر باشه، برای اینکه هر کدوم از اینا میتونست کودتا کنه و به سلطنت برسه. در حالی که تو اروپا هم چیزی نمیشد،
در نتیجه به محض کوچکترین شک و تردیدی، من کوچکترین شک و تردیدی، شما دستور رو سر به سرش رو فکر کرده بود یا گفته بودن یا فلان که این داره توطئه میکنه تو رو بندازه، چون چنین چیزی ممکن بود، بنابراین راه حلش این بود که بده سرش رو ببره، وزیرش رو بندازن تو دیو آبجوش یا فلان، و مال هر کسی که میخواست قدرت داشت بگیره، مالکیت حق نبود، مشغول بود، امتیاز بود، یه امتیازی بود که یه شاه میداد یا قبول میکرد، تحمل میکرد تا وقتی میخواست، وقتی هم نمیخواست میتونست بگیره به شرطی که قدرت رو داشته باشه. مثلا نمیگم پادشاه ایران قدرتش نامحدود نبود، قدرت خدا فقط نامحدوده، ولی پادشاه ایران قدرتش محدود بود به قدرتش، یعنی محدود به این کاری که میتونست بکنه، هر کاری که میتونست بکنه حق داشت انجام بده. مثلا ناصرالدین شاه حتی اگه میخواست عشایر رو سرکوب کنه زورش نمیشه، در حالی که رضا شاه میخواست سرکوب کنه زورش هم رسید و کرد سرکوب کرد. منظورم اینه به هر حال در نتیجه زندگی قابل پیش بینی نبود، این وزیر نمیدونست. مثال امیر کبیر دیگه به اصطلاح شده مال چیزهای دبستانی، داستانهای دبستانی، شما یه آدمی که از تو آشپزخونه یه چیزی که ممکن نبود توی اروپا اتفاق بیفته، از تو آشپزخونه بیاد برای در حدود 3 سال بشه مالک الرقاب ایران، امیر نظام، فرمانده ارتش، امیر نظام، امیر کبیر که فرمانده چیز بسیار معادل رئیس الوزرا و وزیر بود و قدرت داشته باشه، نه اینکه فقط مثل وزرای دیگه. ولی بعد یه پسر بچه بیشتاری تو ترسون دادش این میخواد کنید را کنه به عزیزت تو قدرت هستا بگیره، و داشت رو یک کاغذ نوشت به چیزش حاجلی فراز پوشی رئیس که فرمانده گاردش برید و امیر نظام راحت کنید، را نه این عبارت رو راحت کنید. همین شما فکر کنید که چون چیز در اروپا هرگز اتفاق نیفتاده، نمیتونست بیفته تو دوره سلطنت مطلقه که در مجموع در اروپا 400 سال طول کشید، 200 سال در انگلیس، 600 سال در فرانسه، 150 سال در اتریش و آلمان، 400 سال در روسیه، هم فقط نه 2500. حکومت مطلقه مطلق بود ولی خودسرانه نبود، یعنی شما نمیتونست به سرش رو بکشن، تصورش هم نمیتونست بکنه یعنی وزیرش رو بکشن، من اینکه وزیرش خیانت کرد و متهمان بکنن رو محاکمه میکردن، دادگاه وجود داشت، قاضی وجود داشت، حق دفاع وجود داشت، ما اینا رو هیچ کنیم نرسیم. بنابراین جزئیات دیگه شون میدیم، این طبیعتا تو تمام جامعه تاثیر میذاره، همه جامعه کوتاه مدت بود، همه افراد نمیدونستن پس فردا چی میشه و زندگیشون غیر قابل پیش بینی. این خلاصه مدید. اینطور که من متوجه شدم اگر درست باشه در ایران حکومت همیشه استبدادی بوده، یعنی پادشاه یا حاکم قدرت مطلقه داشته و به هیچ گروهی پاسخگو نبوده. در مقابل در اروپا حکومت دیکتاتوری بوده، یعنی پادشاه قدرت داشته ولی به گروه یا گروه‌هایی پاسخگو بوده و این قدرت مطلقه نبوده که بتونه هر کاری که میخواد رو انجام بده. قدرت مطلقه بود، خودسرانه نبود، استبدادی نبود، استبداد این خودسری، قدرت مطلقه بود، دسپوتیسم قدرت مطلقه بود، ابسولوتیسم هم میگم بهش، ولی نه خودسرانه، یعنی اینکه پادشاه هر کاری درست میخواست نمیدونست مسئول بود در مقابل یه مقدار سنت ها و قوانین سفت و سخت، ولی در ایران اینطور نبود و 2500 سال نه 2300 سال. و اینا بگم به همین دلایل همیشه
مجموعه جامعه در برابر دولت قرار داشت، مجموعه جامعه در عمل مخالف دولت بود، یه وقت روش میرسید قیام میکرد، یه وقت نمیکرد، مظلوم اون زمان خودمان هستون جوش میشه، نمیدونم تولید توتعه میسازی، نمیدونم چیز. من یادم میاد 18 سالم بود، همین ولی عهد به دنیا آمده بود، چه پیش و پس همون دور و بر پیش و پس تولد پسر ایوب خانم که به دنیا آمد، پسر چاپ چیز تیمسار بختیار هم که به دنیا آمد، فقط برای دشمنی با دولت. وقتی زورش نمیرسه من در بردن که 2 سال بعد گفتن لاله رضا پهلوی، ولی اون بعض حرف ها زیاده دیگه، میدونی افتانه و جو کنه فلان، تا وقت زورش میشه قیام کنه. جامعه همیشه ناراضی بود من در طبقاتی نید، یعنی قیام انقلاب در اروپا طبقاتی بود، به طبقه محروم و یعنی طبقه فرادست قیام میکرد، برای که حقوق بیشتری به دست بود. ایران قیام کل جامعه قیام میکنه بر ضد دولت، چون دولت مسئول بهش نیست، این هم حس رضایت واقعی نسبت به دولت نداره، چیزش چی میگن در حالت عادی نرمال اطاعتش بر مبنای رضایت، بر مبنای زوره نه بر مبنای رضایت که در اروپا بود. درسته. و شما جامعه ایران رو به یه خونه کلنگی تشبیه کردید یا به یه جامعه کلنگی تشبیه کردید که دلش میخواد همواره اونو خراب کنه و دوباره از نو بسازه. کلنگی به معنی که من اون رو از این نظر گفتم که با خصوص حساسیت داشتم نسبت به این تخریبی که ما میکنیم تو جامعه همون، که مقدار زیاد تو همین قرن نمیشتم آثار تاریخیمون از بین بردیم، آثار دوره قاجار. اینجا کلنگیه، 20 سال خونه ساخته شده، ساختون قرص و محکم باشده، یعنی اولا چنین خودسری وجود داره که بگه آقا کلنگی بزنین خراب کنه، یه برنامه رسید نقصه شما اینجا تو انگلیس بخونید یه پنجره رو عوض کنیم، باید برین از سرداری اجازه بگیرید پنجره خونه تون رو، نه اینجا کلنگی بزنین خراب کنید. منظورم این به همه جهت قیاس کردم، ولی اون اصطلاح بود برای اینکه ضمناً اون موضوع رو مطرح کرده بود. خب قاعدتاً شما به این هم فکر کردید که چه عواملی باعث شده که ایران همواره در طول این 2500 سال یک جامعه کوتاه مدت باشه، یا به تعبیر شما از دوره های کوتاه مدت به هم پیوسته تشکیل شده باشه ولی اروپا یه جامعه بلند مدت باشه؟ میخواستم ازتون بپرسم این عوامل چیا هستن که باعث شدن ایران در مقایسه با اروپا یه جامعه کوتاه مدت باشه؟ دو نکته باید در این مورد که اولا پاسخ به یه چنین سوالی از نظر علمی ممکن نیست، برای اینکه هر توضیح شما بدید قابل ابطال نیست، قابل چیز هم نیست، اثبات هم نیست، ممکنه در این حدود میشه حتی رو ده. و اون سرش مفصل من این کار رو کردم زیر عنوان جامعه کم آب و پراکنده، یعنی مقاله مفصل دارم تو فنی جامعه کم آب و پراکنده کنه. خلاصه دلیلش اینه که مالکیت مطلق، مالکیت تلق، مالکیت حق مالکیت در اینا وجود نیامده است، در واقع دولت مالک، عملا مالک تمام اموال اون اراضی بود. اگه کسی اونجا ارباب بود، اون ارباب با اجازه بود، یعنی اینکه امتیاز بود، چنان که گفتم مالک نبود، میشد هر روز ازش گرفت. دولت اولا که نصف اراضی که دست مال دولت بود، مستقیم دولت اربابش بود، نصف روستاها و اینا حتی تو قرن 19 دست دولت، مال دولت. اون باقیش هم به اجازه دولت یا رو
چیز بود، مالک حساب میشد، یعنی به این معنی که هر وقت دولت میخواست میتونست ازش بگیره. همین کارم میکرد، بارها اتفاق میفته. منوال خصوصی نمیدونم، من شرح خیلی مفصل و چیز دادم تو نوشته هم در باره که چجوری هم دوره ناصرالدین شاه مال مردم رو میگرفتن به زور ازشون. خود ناصرالدین شاه پسراش در با جزئیات از مال کیو گرفتن، چقدر گرفتن، فلان اینا رو که من نمیتونم تمام اینا رو اصلا حفظ نیستم، ولی نوشتم، من منتصر کردم. بنابراین مسئله اساسی این سبب میشد که یک طبقه مالک که حق مالکیت داره به اصطلاح وجود نداشته باشه که دولت منبسط از او باشه، ناشی از او شده باشه، بلکه برعکس بود، دولت مستقل بود، طبقات وابسته بودن. بذارید که طبقات مستقل بودن، دولت به اونا وابسته بود. خب دلیل اینو جامعه کم آب و پراکنده میدونید؟ جامعه کم آب و پراکنده سبب شد که مالکیت بیدون، سبب شد که دولت چنین قدرتی پیدا کنه. و همه تلاش هایی هم که جامعه کرد که این وضعیت رو تغییر بده به نوعی به شکست انجامید. نه تلاش نکرد که این وضعیت تغییر بده، مگر در انقلاب مشروطه. بیشتر انقلاب ها به خاطر برزد استبداد نبود، چون استبداد آلترناتیو نداشت. ببینن کسی نتونست تصور کنه غیر از استبداد حکومت دیگه ای وجود داره با فرعی زدی و غیره، بلکه اعتراضات همیشه به خاطر ظلم بود، برزد برای عدل و عدالت. میگفتن حکومت برای عادل باشه، میگفتن دموکرات باشه، مشروطه باشه، عادل باشه. و همونسان هم هیچوقت عادل حساب نمی کردن، چون اگه گفتم همیشه بود وقتی زورشون میشد قیام میکردن، حکومت رو مینداختن، ولی آلترناتیوی نداشتن. به جای چی میذاشتن؟ هیچ هرجومت هر، یعنی به جای یه نفر خودسر هزاران نفر خودسر. هرجومت یعنی این دیگه، یعنی هر کی هر کاری، هر کی هر کی، به جای که فقط یه نفر خودسر. بعض بدتر میشد هرجومت از استبداد بدتر میشد. حتی بعد از انقلاب مشروطه گفتن ملک ایران چوب استبداد میخواهد. هنوز چیز ترس کنم که سید اشرف الدین گیلانی یکی از پرشورترین شاعرها و روشنفکرهای مشروطه، صاحب نشریه نسیم شمال، کارش به جایی رسید که بعدها بعد که پشیمون شده بودن به خاطر هر جمعه مرحوم مشروطه، مرحوم این آدم مثل مال ما دیگه. مال دوره خودمون هم دیدیم که امروز میگفتن تا شاه کفن نسود این وطن وطن نسود، دو سال دیگه گفتن خدا بیامرز، زمنان کوتاه مدت چیرید. برحال داستان از این خب الان سوالی که برای خود من پیش میاد اینه که پس ما انگار توی جبر جغرافیایی قرار داریم دیگه، که چون جامعه این چون در سرزمینی بودیم که این ویژگی رو داشته، پس بل اجبار جامعه ای داریم که یا اسیر استبداده یا اسیر هرج و مرجه، و تلاش هایی هم که صورت گرفته همه به ناکامی و شکست انجامیده. یعنی نمیشه تغییرش داد. ببینید اولا استنباط استناب ناپذیری استنباط کاملا غیر علمیه، هم در طبیعت، در علوم طبیعی، هم در علوم اجتماعی. هیچ استناب ناپذیری نیست. بنابراین تئوری من بازه، بسته نیست، مثل تئوری های مثل هگل و مارکس که تا روز قیامت پیشگویی میکنن سوسیالیستی میشه، فلان میشه، کمونیستی میشه، چیزی میشه. اینجا پیشگوییه، پیشبینی نیست. پیشبینی یک چیز علمیه. پیشگویی رو دلت میخواد یا چیزی بگی کنه، یا مذهبی، مذهب آسمانی یا مذهب زمینی.
ولی من نمیگم این ادامه پیدا میکنه و همیشه اینطور باید باشه، میگم تا حالا اینطور بوده خب آره و دلیل نمیشه. بعد دیدم بعد مشروطه کوشش های شد، پیش از مشروطه نشده بود، برای اینکه کوششی نشده بود برای از می بردن استبداد، چون رو گفتن استبداد آلترناتیو نداشت. ولی مشروطه به خاطر اینکه از اروپایی ها روشنفکرهای ایرانی یاد گرفتن که میشه حکومت قانون داشت، اومدن حکومت علم حکومت قانون رو بلند کرده و تازه شروع شد. خب دقیقا همین رو میخواستم بپرسم. اینطور که شما میگید ایرانی ها در واقع روشنفکران ایرانی با جامعه اروپا تماس برقرار کردن و متوجه شدن که نظم و قانون میتونه بر جامعه حاکم باشه و یه خواست مشخص که حاکمیت قانون باشه در قالب جنبش مشروطه شکل گرفت. ولی چرا مشروط شکست خورد؟ با توجه به اینکه پیش از مشروط شورش تنباکو اتفاق افتاد که به گفته خود شما رویداد بی سابقه در تاریخ ایران بوده و برای اولین بار مردم به شکل مسالمت آمیز در پی هدف روشن و مشخصی قیام کردند. یعنی این بک‌گراند هم وجود داشته ولی باز هم مشروطه شکست میخوره. شما میگید مال 10-15 سال قبل از مشروط است، نه بیشتر، نه 100 سال بیشتر. این تجربه وجود داشته و اون هم به خاطر اینکه همون به اصطلاح تفکر اروپایی وارد شده بود، یعنی الگوهای اروپایی، منظورم نه تفکر انتظاری، الگوی به یه معنی الگوی حکومت قانون، الگوی یعنی که میشه در مقابل دولت مقاومت کرد، مقاومت به معنی واقعی کلمه، معنی که شما یک هدف و تقاضای روشنی داشته باشید و براش مبارزه کنید. این اولین بار توی جریان تنباکو شد، بعد شما تو مشروطه به طور کلی شد. ولی بعد از مشروطه مسئله اینه که ترک عادت موجود به مرض است. جامعه عادت داشت به اینکه دولت استبدادی رو سقوط کرد هر جامعه از باشد. بعد از مجلس هم هر جمعه شد به شکل جدیدی، یه پارلمان وجود داشت که توش هر جمعه شد، اون پارلمان مجلس هر شش ماه یه دفعه که بدبختی رو میبردن میگفتن رئیس الوزرا، بعد هم شش ماه بعد میبردن یکی دیگر میبردن، این هر جمعه شد دیگه. و بعد هم تو ولایات و ایالات و مرزها چی شد، طغیان شد، یاغیگری شد، چون که همیشه میشد وقتی که استبداد سقوط میکرد. و این سبب شد که مشروطه دوام پیدا نکنه و مشروطه خواهان پشیمون شده. باور کنید این الان چون با این داستانه که گفتم میشه ملت قبل ندنه که واقعیت چی بود. من مشروطه ها گفتم تا حالا حتی سه دست دفعه دینی گیرانی و مرحوم مشروطه من پشیمون شدیم. وقتی مجلس مؤسسان ساخت شد برای پادشاهی رضا شاه، همین سه دست دفعه گیرانی یه قصیری در حق در چه تجریباً میشیم در بارش گفت در تحت مؤسسان به تهران مجلس یارا آشتن، این تکرار میشه توش صدارت تحتیمه بودم. در از رضا خان تمام ایران را پر از مشک و گلاب میبینم، همیشه در صفحه دین مشروطه خواه سینه زن نشریه نسیم شما پشیمون شدن، برای که هر جانش بدتر از استبداد. تکلیف روشنفکران انگار مشخص نبود. نه تکلیفشون همین، تکلیفشون این بود که زورشون نمیشه، مسئله اینه که خودشون زورشون که نداشتن که چی کار باید کرد، یا داشتن ولی کسی محل نمیذاشت، یعنی در عمل هرکی هرکی میشون. حالا فرض کنید 5 تا روشن بگیم آن روشن این کنه نکنید، این که تأثیر نداره که مردم باید تو بشو دستوزن، مردم باید تجربه دستوزن، هنوز هم که هنوز تغییر ممکنه وقت مردم باید. شما ملاحظه کنید
مردم همیشه با دولت بعدن تو هر رژیمی همیشه هم میگن تا از اول تاریخ تا حالا به این بدی نبوده، رو هر رژیمی هم همینه میگن. من خودم 80 سالم تو دیدم دیگه چطوری اون زمانی که گفتن احمد شاه دموکرات اون زمان بعده عرض کنم که مردم با دولت میشه. ولی میخوام ببینم حالا این دولته که به مردم میگه تو خیابونا وقتی رانندگی میکنن با همدیگه و با آبرون دشمنی بکنن، این رفتاری که ما میبینیم رانندگی که در ایران هست، این چیزی که دولت نمیخواد از خودم میخواد نکنه، اینو مردم میکنن دیگه. مردم هن اینا دیگه، مردمی که همدیگه رو نمیشناسن از پشت رو قریبا همین، یعنی برای دیگری حق حیات قائل نیستن مگر اینکه به سرموش باشه تو بشناسه. من خودم یادم یه سفری که ایران رفته بودم 1000 سال پیش، آیا میشه سال 1349 این موقع یه روز منظرم میابرم بود، یه روز من میرفتم قلحت خیابون فرشته، یکی از دوستان بود میرفتم اونو ببینم، یه ساعت 2 بعد از ظهر یه روز گرم تابستانی بود، همچون که میرفتم یک یعنی مرتبه دو تا اتومبیل از کنار من مثل یعنی یکی از روبرو میاد که از کنار من شلاقی کردن درخ زدن به هم، من از چم تو من داشتم پیاده میمادم بالا، دیدم دوتایی هر دو از این دویدن کتاشون دارن در میارن، اومدم بیرون گفتم حتما اینو هم دیگر میکشن. دوباره یکیشون بودی که ای پرویز جون تو بگی اگه پرویز جونه وگر نباید کشت، توجه کردین اینا واقعیات عادی زندگی که ما همه میدونیم و میبینیم ولی توجه نداریم بهش. مردم باید مردم باید خوب همکاری کنه، مردم باید حس مسئولیت اجتماعی داشته باشن، صرف نظر اینکه دولت هر زهر ماری کرد اونم تغییر میکنه، دولت هم بالاخره منصرف از مردم، از اون مردم هست، مال اون مملکت هست. حالا اگه بخوایم یکم وارد مصادیق امروزی بشیم، میخواستم ازتون بپرسم که شما چه شخصیت هایی رو میشناسید که تلاش کردن این وضعیت کوتاه مدت جامعه یه کمی به حاشیه بره و به نوعی سعی کردن جلوی این آسیب رو بگیرن؟ البته نه با این عنوان، چون عنوان مثلا بود که بله من میخوام جلوی کوتاه مدت بودن بودن، ولی دو سه مورد بود که فرصت هایی پیدا شد. یکی وقتی علی امینی نخواست که هم شاه کوبیدست، هم توریا کوبیدنست، هم جبهه ملی کوبیدست، یه آدم اصلاح طلب درست دار و قابل از نظر سیاسی، لیاقت سیاسی داشت فوق‌العاده، یعنی در دوره خودش بعد از عموی خانومش قوام سلطنه چیزترین بار لایق ترین سیاست مدار بود از نظر فقط لیاقت، ولی درست کارم بود و اصلاح طلب بود، همه کوبینا از بین برده. مورد دیگه که پیش اومد همون بعد از انقلاب حکومت بازرگان بود، بازرگان میخواست یه چیز اشتای بقیلا خودش حقیر گام به گام اشتای گام به گام که به سر آهسته آهسته اصلاحاتی بشه و وضع بهتر بشه، آرامش برقرار شد، بلند شد، همه گفتن جاسوس امپریالیسم آمریکا است، همه کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلام گراها، همه جاسوس امپریالیسم، چیز پیروان خط امام، گروگانگیرا، عرصه گروگانگیری بود که سپاهی هست بازرگان، چند بار خواسته بود استعفا آیت الله خمینی جلوش گرفته بود که نه وقتی وظیفه شرعی تو باید بمونه، بس که چون خلخالی داشت آدم میکشت نمیدونم یه امید پیدا شد، ولی همه کوبیدن
از همه بیشتر صفا کوبیده، حزب توده که دشمن خونیش بود. مورد دیگه که شانسای فرصت های پیش اومد خاتمی بود. خاتمی دموکرات مسلمان بود. ما توی و هست به نظر من، ما تو اروپا دموکرات مسیحی داریم، حزب دموکرات مسیحی هست تو آلمان، تو ایتالیا هم وقتی بود، نمیدونم هنوز هستیم. اونم این به اون قیاس دموکرات مسلمان بود، غیر از اینکه دموکرات مسیحی ها روی جامعه مذهبی نیستن که جامعه حکومت مذهبی باشه، ولی خاتمی تو جامعه تو جمهوری اسلامی دموکرات مسیحی مسلمان بود و سعی کرد هم کوشش رو کرد برای آرامش، برای روابط خوب، بهبود روابط منطقه‌ای، بهبود روابط بین المللی، از کنم که آزادی های بیشتر غیر و غیر، دست آخر همه ریختن سریر کار به جایی رسید که سال توی بود، یه سال پیش از اینکه دوره 8 سال از تموم شد، رفته بود دانشگاه سخنرانی کنه، دانشجوها داد میزدن خاتمی دروغگو، خجالت خجالت، همونا 3 سال بعد وقتی خاتمی رفت تو اونجا صحبت کنه میگفتن ناجی ملت آمد، ناجی ملت، این که میگن مردم خودشون باید کاری بکنه، این مردم این درست. من این 3 بار من در زندگیم تجربه کردم که شانس بوده، بنابراین میشه، غیر ممکن نبود. گفتمان اصلاح طلبی که رکن اصلیش محمد خاتمی بود تلاش داشت که جلوگیری کنه از کدام مدت بده آخر طرفدارای خودش در من عبور از خاتمی، عبور به کجا؟ اخواتون نبود از خاتمی عبور کردی، به کدوم فلان چیزی وارد واصل میشی؟ خب دقیقا سوالی که برام مطرحه اینه که چی میشه که جامعه یهو اینجوری رادیکال میشه؟ چون همونطوری که توی نوشتار خود شما هست، شما معتقدید که در زمان انقلاب مشروطه خواستهایی که مطرح میشد در واقع خواستهایی بود که برای اون زمان جامعه ایران نبود و حتی این خواستها برای جامعه ای مثل انگلستان هم بسیار مترقی بود و بعد هم در دوره معاصر مردم از اصلاح طلب عبور کردن و شاید بشه گفت رادیکال شدن. فکر می‌کنید علتش چیه؟ انقلاب همیشه افرادگرایی هست، تو انقلاب فرانسه هم بود، تو روسیه هم بود، انقلاب شدن، ولی در حالت نرمال، مسئله این در حالت نرمال جامعه ایران جامعه افراطگراییه، طرفدار افراط تفریطه، با سازش فوشه و از نظر سیاسی سازش فوشه سیاسی، آه این میخواد سازش کنه، یعنی تو من یه چیزی بدم تو یه چیزی بدم بدیم سازش کنه، کامپرومایز به انگلیسی میگن، کمپرومی به فرانسه، جامعه اروپایی رو همه ساخته شده دموکراسی، من اصلا اینجا یه چیزی بدی یه چیزی بگیری بدی تا اگر نه، ولی ما نه، ما حذف، سیاست حذف، همه از بین من هم غیرت من بینیم. من حاضر نیستم این حقی برای این قابل دستم سازش، یعنی که حقی برای طرف هم قابل بسم خودم هم حقوق بیشتری برای خودم، ولی نه سازش خیانته، جامعه افرادگراست، حذف بگیر، من تقصیر من نیست، متاسفم البته خیلی زود یه آن از این بابت شخصا رنج بردم از این مشاهدات و این واقعیت. شما فکر نمی کنید که مثلا در همین دوره معاصر جریان اصلاح طلبی که حالا با خاتمی هم شروع شد در یه برهه هایی استمرار خواهیشون باعث شد که جامعه حس کنه که تحقیر شده و همین تحقیر شدن جامعه باعث شد که از اصلاحات عبور کنه و اصلاحات دیگه مقبولیتی توی جامعه نداشته باشه و به نوعی جامعه رادیکال بشه؟ نه، اون تو مال خاتمی، تو عبور از خاتمی موضوع دیگه بود، فرق داره با الان.
نداره با این اواخر. این اواخر هم ما به هر حال افراد تفریطی هستیم دیگه. روحانی چیز یه رئیس جمهور معتدل افرادگران نبود، معتدل. خب به محض اینکه ترامپ به قول خودش چیز رو پاره کرد، برجام و قرارداد برجام رو پاره کرد، وضع اقتصادی خراب شد، مرگ بر طول روحانی. ما نه تحمل داریم نه تعقل، همش احساسات و همش افراد و همش تصمانه واقعیت است که باید ببینیم به توجه کنیم. همش تقسیم، همش ما همش تقسیم کسی که میدونیم در وحلی اول خارجی، انگلیسان، نمیدونم روسان، چیان، آقای مخملباف دادن سر جریان چیز جنبش سبز، مخمل باف اسلام گرایی که پشیمون شده بود در وقت گفت 28 مرداد امریکایی ها کودتا کردن ایران، الان روسا کودتا کردن تو روسا نه اینکه جنبش سبز زیاد یعنی مخالفین روسا، منظورم اول در وحله اول خارجی ها بیشتر انگلیس ها هر اتفاق بیفته انگلیس ها سبب انقلاب مشروطه شدن میگفتن انگلیس ها برد، بعد اون انگلیس ها مشروطه از بین برد، بعد از اونم دولت چون به طرف انگلیس ها و فلان اینا تا 200-300 سال پیش وجود نداشت، فقط دولت میگفتن تقصیر دولت. حالا من و همینجا هستیم، من دوست هستم. شاید در جریان جنبش سبز هم یه همچین اتفاقی برای میرحسین و موسوی افتاد، یعنی در ابتدا همه پرشور اومدن پشت میرحسین موسوی و ازش میخواستن که رأیشون رو پس بگیره، ولی زمان که گذشت میرحسین موسوی هم شد یه شخصیتی مثل خاتمی که مردم فکر میکنن که خائن به ملت و نتونست خواسته های اونها رو محقق کنه. چند سال که یا حسین میر حسین میگفتن وقتی که یه جایی رسید برحال ملت قابل پیشونی اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا از اینجا دیگه میر حسین یا حسین میر حسین نمی گفتن، همون آدم ها بودن، همون که میر حسین یا حسین گفتن اسلام گراها که میر حسین یا حسین نمی گفتن، همون مخالفین بودن، همین رو شدن اصلاح گرا، اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا از این حرف. حالا خواب میبینه، خواب میبینن که آره براندازی و نمیدونم، خواب میبینن رویا، انگلیس ها بهش میگن wishful thinking. چه میشه کرد به نظرتون؟ حالا بنده جادوگر نیستم، من نه جادوگرم نه پیغمبر نه پیشگو نیست، نمیدونم، فقط چیزی که میدونم فقط میتونم بگم چطور میشه. یعنی من به نظر من اگر مردم گام به گام قضیه بود حس مسئولیت اجتماعی پیدا کنن، افرادگرایی رو افرادگری رو بذارن کنار، توقع کره ماه از کسی نداشت باز از که دارن از خاتمی داشتن، عرض کنم که هر مقدار به دست آوردن خوشحال باشن که این به دست آورده، با امید اینکه برن جلو برای مقدار بیشتر، با چنین روشی تغییر واقعی ها شده، ولی با شعار و داد و مرگ بر این و مرگ بر این، ما همش مرگ میگیم، مرگ بر مرگ، حالا چه این چیز یا مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر همش مرگ مرگ مرگ، یک چیز نمیگید. حالا زندگی هم یه دفعه گفتم خوشبختانه سه زندگی آدار بود، اولا یه دفعه زندگی به کار رحمت بود، بابا همش مرگ سنده نیاز به تغییر روی کرده در واقع. بله تغییر، واقعا تغییر اساسی، زحمتی هم نداره، باید میگم این آدم هایی که تو خیابون رانندگی میکنن اگه حقوق هم دیگر رو اگه حقوق
آبه رو رعایت کنن که بوتاره وسط خیابون در حال رقصه، برای اینکه بتونه رد شه. من خودم رو شوش کنم میگم دیگه، یه پاشو میذاره جلوی، یه پاشو میذاره عقب، تو کنون از این ورش میرن از اون ورش. خب این کار که دیگه این کسی البته میدونم کار بسیار مشکلی برای دوستم. این کارش که خود میتونم بکنن، نه اسلحه میخواد، نه فلان میخواد، نه رأی کسی میخواد بده، نه همین آقا حقوق همدیگر رو رعایت کنن. دکتر میخوام از این بحث فاصله بگیرم و یکم به پروژه تاریخ نگاری شما بپردازیم. اونطوری که من شنیدم شما در حال نگارش تاریخ معاصر ایران هستید. میخواستم اگر تمایل داشته باشید برمون بگید که این کار در چه مرحله‌ایه و اینکه از چه دوره زمانی شروع میشه و به چه دوره زمانی ختم میشه و اینکه قراره کی منتشر بشه. عرض کنم به حضور که من درباره تاریخ معاصر ایران چیز زیاد نوشتم و منتشر کردم در کتاب های متعدد. آنچه الان در دستم یک کتاب زیر چاپ دارم که مجموعه مقالات منتشر شده و منتشر نشده است. اون فقط تاریخ مثل ادبیات هم هست دیگه هستم، ولی آنچه من الان بهش مشغولم که شاید منظور شما این باشه دفترا تاریخ انقلاب، در باره انقلاب که من این رو از رفتن رضا شاه شروع میکنم، این چون عنوان موقتش هست انقلاب در ایران علل و عواقب آن. دور عللش از چیز شروع میشه، از رفتن رضا شاه و هرج و مرج که بعد از اون شروع شد تا کودتای 28 مرداد و بعدش دیکتاتوری شاه زاهدی و بعد از که زاهدی رو شاه درک کرد دیکتاتوری خودش دیکتاتوری نه استبداد تا سال 32، تا سال از 32 تا 42 ما دیکتاتوری داریم، یعنی حکومت اقلیت، یعنی حکومتی که یه نفر در رأسه و یه هیئت حاکمه وجود داره، این اصطلاح وجود داره هیئت حاکمه. ولی 1342 همزمان با انقلاب سفید ایران استبدادی شد، یعنی شاه حکومت رو مطلقا قبضه کرد، حکومت فردی ایجاد کرد، یعنی تمام اونا رو هم درک کرد، هیئت حاکمه رو درک کرد، همه رو زد بیرون کرد، یه دو جوان که از امریکا و فرانسه اومده بود در اینا رو گذاشت سر کار و خود ثبت شد فاعل مایسا و حاکم مایوریت. همه کار همه دستمان رو میگذاری و حتی از این پادگان به اون پادگان میخواد یه فوج بره بعد بایدازه اینو ارتش خود جمع میگه تو خاطرات دستن، من از خودم نمیشم. بعد انقلاب شد دیگه، تضاد دولت و ملت، انقلاب ضد استبدادی، انقلاب مردم علیه دولت، انقلاب مشروطه، انقلاب مردم علیه دولت. اونطور اون با هدف های متفاوت و مخالف نمی‌کنه هدف، ولی به هر حال انقلاب ملت علیه دولت. و باقی شب که این حوادثی که پیش اومد تو صحبت رو کردیم، هر جمعه که برای حاصل بعد از انقلاب تو آدم کشی ها و کلان اون آقای خلخالی که واقعا چشم فوکتنویل رو فوکتنویل رئیس دادگاه انقلابی های فرانسه بود که آلمانی میفرستد پای گیوتین، ولی خلخالی واقعا روی اونو سفید کرد. و هم دیگران گرفتن رو بگیره به بند شکنند و برخور و اختلاف و سیاست حس و مارشش فنینیست هم میخواستن همه رو از بین ببرند، اسلام گراه هم میخواستن همه اونای دیگر از بین ببرند، تا اینکه بالاخره اسلام گراه ها غالب شدن و همه اونا رو دیگر تارمار کردن. همچنین هرکی تو حکومت سابق بود و
پاکسازی دیگه، پاکسازی یعنی که پاکسازی معنیش این بود که چند تا پسر بچه یا دو پسر بچه یه ویده 17 ساله رو برسادن توی دستگاه دولتی که بشینن پشت میز، هر کسی مدیر کل بود، رئیس اداره بود، معاون فلان بود، اینا رو با گناه و بی گناه بودن بیار یه حکم صادر کنن و اخراجش کنن و در مواردی و چیز موارث هم بگه. من خودم یکی از اون حکم رو دیدم، نام فلان کرد، نام خانوادگی فلان، شغل عامل رژیم منفور پهلوی، جرم غارت بیت المال. این این کلمات ها، این مهاجرت عظیم شد خب اصلا این بود، نه بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی این بود، انقلاب ملت، انقلاب ملت بود، انقلاب بهمن انقلاب اسلامی نبود. انقلاب اسلامی از گروگانگیری شروع شد و با سقوط بنی صدر به اصطلاح کامل شد دورست، یا روسری یا توسری و شعار اون زمانه و پاکسازی نمیم همه این چیزا، مجلس شورای ملی شد مجلس شورای اسلامی، نمیم تمام این چیز، تمام سوال انقلاب اسلامی و ادامه پیدا کرد تا باقیش که میدونیم دیگه، دوره خاتمی و بعد آقای احمدی نژاد که حکومت امام زمان حکومت میکرد در ایران، از طرف اون جوی هم ساخته بودن سر صفرشون یه بوسقا و کارتنگار میذارن واسه امام زمان. جدی میگفتن عرض کنم خودم که حاله نور درست گرفته بود توی سازمان ملل، نمیدونم شما دیدین اون ویدیو رو ندیدین، با آیت الله زوادی آمالی میگه نور، حاله نور دورم رو گرفته بود، همه چشماشون رفته بود مغز سرشون. اینو نمیدیم بعدم که تو بس سر رو دستیم، بعدم روحانی اومد کار خوبی که انجام داد برجام بود، با حالی که میدونید مخالف خیلی داشت، دلواپس ها میگفتن ما دلواپس هم دلواپس ها دیم، آقای علم الهدا دلواپس ها به رقم دلواپس های انجام شد، ولی چنان کمت کار دلواپس ها داشتون انجام داد، همون چیزی که دلواپس ها میخواست انجام داد، خیلی خوشحال شدن. حالا هم چون کمت یک دست بخور کن، یک دست یعنی اون آبایی که رئیس جمهور نمایندگی مجلس که گاهی ممکن بوده چیزی تغییر داشته باشه، اونم دیگه نیست، همه ما همه چیزی خود تو این خوبیدی میگفتن همه داره دست همه با هم، یعنی همه اینا رو توی این بله تا پنجش من دیگه هم میزید تا سبک تاریخ نگاری شما بر محور دوره های زمانی جلو نمیره، بر محور چهره ها و شخصیت هاست. مثلا یه مقاله ای که شما در روی حسن تقی‌زاده دارید و سه دوره از زندگی تقی‌زاده رو بررسی کردین و از خلال بررسی زندگی افراد وقایع و جریان های سیاسی رو هم بررسی میکنید در این سبک تاریخ نگاریتون. میخواستم بدونم که این سبک رو چطوری بهش رسیدید؟ آیا این رو از کسی الهام گرفتید یا خودتون بهش رسیدید؟ به اصطلاح بحث تمایزم با خیلی از دیگران اینه که من توی هیچ قالبی توی چارچوبی کار نمیکنم، نه فقط ایدئولوژی، بلکه میگم که از من میگوید اینا عادت داریم به چارچوب بودن، چارچوبی بودن، یا شما ساختارگرای ساختارگرای فلانگرای من دیست کرام، من آن چه مهمه برام واقعیات و شعور و
امکان تحلیل، تجزیه و تحلیل. روش هم اینه. و هیچی گران. بله، شما یکی از کسایی که حالا دربارش که نوشتید و کتاب هم منتشر کردید مصدقه، شخصیت بسیار جنجالی در تاریخ ایران، که کتاب شما هم اسمش هست محمد مصدق جدال، فارسیش رو الان یادم مصدق و مبارزه برای قدرت تهیه. مصدق و مبارزه برای قدرت تهیه. درسته. میخواستم یکم بیشتر درباره مصدق صحبت کنیم. من فکر میکنم که مصدق توی ذهن مردم یه فراز و فرودی داشته. شخصیتش مثلا بعد از انقلاب در اولین سال مرگش، فکر میکنم طوری که شاهرخ مسکوب نوشته، جمعیت زیادی میرن بر سر مزار مصدق و اقبال به مصدق خیلی زیاد بوده، شاید 76 و همه این هم دقیقا اینطوری بوده و اقبال به مصدق خیلی زیاد بوده. در سالهای اخیر مصدق انگار تبدیل شده به یه خائن به ملت و یکی از کسایی که توسط کی خواهیم توسط جامعه و بخشی از دقیقا بگیم که یعنی شما منظور مثلا یکی از کسایی که درباره دکتر مصدق نظر رادیکال داره آقای غنی نژاد، دکتر غنی نژاد اقتصاددان. تاریخ نمیدونیم، اصلا اطلاع نداریم. عرض کنم به حضورتون که مصدق وقتی به مرحله به درجه خدایی رسیده بود پیش از انقلاب، خیلی پیش از انقلاب، اسلامگره ها باش بد بودن، دشمن بودن و تو کودتای 28 مرداد هم شرکت کرده بودن، فدایان اسلام اینا همه تو کودتای شرکت کردن، چیزای جمعیت مسلمانان مجاهد آیت الله کاشانی که رئیسش گردن کلوفت محمد به اسم شمس قناتاوردی بود، اینها همه توی کودتا شرکت کردن. نیروهایی که جز نیروهایی که غیر از تاب کشوری دونه بشن و بنابراین اسلامگیره ها باش بد بودن، از اون برای بد بودن و چیزی هم که سلطنت طلب هایی درستم که طبیعتا باش بد بودن. مسئله اون نیست، مسئله اینه که اینا همش یا حب یا بغض. دقیقا همینو میخواستم بپرسم که داوری کردن درباره کارنامش همیشه یا با حب بوده یا با بغض، و تصویر غیر بایاستی انگار خیلی وجود نداره. شما به عنوان یه تاریخ نگار اگه بخواید درباره مصدق صحبت کنید و یه داوری بدید از کارنامش، چی میگید برامون؟ مصدق شما وقت من به زندگیش نگاه میکنم، مصدق یه آدمی بود که دموکرات بود و ضد استعمار و چیزش، هدفش هدف غریبه استقلال ایران و استقلال دموکراسی بود. رئیس اقلیت، رهبر اقلیت قابلی بود، رهبر لیدر آف اپوزیشن و اقلیت به اپوزیشن ترجمه شد به اقلیت، رهبر اقلیت به رهبر اقلیت، وقتی رهبری که به ملی بود. اما نخست وزیر خیلی مناسبی نبود، یعنی که برای نخست وزیری ساخته نشده بود، خودش هم میدونست. چند بار بهش پیشنهاد نخست وزیری شده بود، رد کرده بود بارها از سالهای دهه 20، حتی تو مرحله وقتی که رزمار رئیس نخست وزیر بود، سپه بود رزمار که مصدق رهبر اقلیت بود تو مجلس باز مخالف بود، شاه سه بار جمال امامی رو فرستاد که شما مصدق که بیا
من رزمارا رو حذف میکردم تا نخواست وزارش نپذیرفته بود، ولی در یه به اصطلاح نقطه خیلی حساسی که فکر کرد اگر پیشنهاد نخواست وزیر که همون جمال امامی تو مجلس گوش کرد نپذیره سید زیان میشه در خواست وزیر و ملی نفت ملی شده بود از بین میره، به این حساب نخواست وزیر شد و یعنی اون خودش هم نمیخواست نخواست وزیر شد و در نتیجه یک اشکال کارشون بود دیگه اینکه اجازه هر جمعه جدا بده حزب رو هر چی میخواد بگه هر کاری میخواد بکنه چیز ارتش مخفی داشته باشه انتشاراتی چیزی چاپخونه زیرزمینی داشته باشه اسلحه خونه زیرزمینی داشته باشه فوش بده تهمت بزنه به خودش جاسوس امپریالیسم و فلانه تو آزاد رشیدی ها را رو دوست دارم کسایی که خودتون بودن خودشون رسما عضو MI6 بودن با زاهدی و اینا جلو چشمش هر کاری میخوان هر فعالیت دارشون میخواد بکنن علیه نشسته بود نگاه میکرد. این اگر همه اشتباه نکرده بود بیشه هستن مداد بیش نمیدامد اگر این یعنی نظم رو برقرار میکرد نظم رو برقرار میکرد یعنی قانون رو اجرا میکرد نمیدونم سرکوب قانون رو اجرا میکرد پستادن تو مرزدن سازمان مخفی نظامی داشتن اینا خلاف قانون بود توطئه های رشیدیان ها زاهدی برای کودتا خلاف قانون بود کافی بود قانون اجرا کنن و نکرد و این یکی از یعنی در واقع یکی از عوامل مهمترین عوامل سقوطش یکی دیگه این بود که مسئله نفت حل نکرد مسئله قرامت مسئله نبود خودش بارها تو مجلس گفته بود هوادارانش بارها گفته بودن وقتی که نیومده بود سر کارن که ما میخواییم نفت رو ملی کنیم برای اینکه انگلیس از این مملکت بیرون کنیم برای اینکه استقلال این مملکت رو بکنیم نفت که شرکت نفت ایران و انگلیس بود که تو خوزستان عملا حکومت میکرد تو سیاست ایران هم دخالت میکرد برای منافعش ما میخواییم در وهله دوم میخواییم حقوق ایران از صنعت نفت استفاده کنیم تاکیدشون به این اصل استقلال آن خب این کرد نفت رو که ملی کرد چیز رو که کنسولگری های انگلیس رو تو شهرهای مختلف ایران بست تا به محض اینکه نخواست وزیر شد مدتی بعد وقتی که انگلیس و زاهدی و رشیدیان ها سفارتشون کودتا که چیز که توطئه کرد کودتا بکنه که کشف کردن قطع رابطه کرد با انگلیس ولی اونا رو گرفتن روز آزاد کرد به هر حال یعنی این کار اصلی استقلال و حرکت به سوی دموکراسی رو شروع کرده بود باقی بود دعوا سر قرامت که عرض کنم که این مقدار باشه یا اون مقدار باشه فلان و گران نیمد چندین بار مثلا مطرح دار مفصل هم به تفصیل اینا رو نوشتم یعنی تو بیشتر اسم انگلیسیه اینا رو این واقع دو سال پیش بود که مقاله چاپ کردم توی British Journal of Militant Studies زیر عنوان نگاهی به دیگر به مسئله نفت بحران نفت ایران و انگلیس و کودتای سست و مدارت به هر حال اگه مسئله نفت رو حل کرده بود مسئله قرامت رو حل کرده بود کودتا نمی کردن علیه بنابراین رست آخر هم که خودش رفراندوم کرد مجلس رو بست یعنی تنها پایگاه خود رو بست نه دیگه کسی نمود از استفا کن و اینجوری افتاد من قضاوتم به این طور مختصر نمیشتم مختصر در برای مصدق نمید آدم خیلی خوبی بود و آدم دموکراتی بود و طرفدار استقلال ایران بود ولی نخست وزیری برای نخست وزیری ساختنش رو خودش هم میدونست و بدبختانه نخست وزیر
موثر و موفق نه. یعنی فکر میکنید یکی این که جلوی هرج و مرج رو نگرفت و آزادی بی حساب کتاب داد به بعضی ها، و دیگر این که مسئله نفت رو نتونست حل کنه و غرامت میخواست از انگلیسی ها، باعث شد که شکست بخوره؟ بله، هر زمان آزادی آزادی نبود، هر کی بود آزادی خلاف قانون باشه که آزادی نیست که. آزادی خلاف قانون مثل اینه که من اجازه داشته باشم خلاف جهت رانندگی کنم، این که آزادی نیست، این هر زمان است. بنابراین هر زمان بله، به خاطر این رو سر جای خودشون میشون نمیتونستن اون ضربه رو بزنن. اولا امریکا وحشت نمیکرد که به زودی ایران کمونیست میشه به خاطر از توده، ثانیا توترگرهای کودتاچی انگلیسی و غیره اینا سر جا خودشون میشستن نمیتونستن توتر کنن. کانون افسران بازنشسته درست نمیشد به دولی زایدی بزنن، نوه رسمن دم خونه شاه نسود بکشنش، نخوش وزیر نسود بود بکشن، کسی پاسخ کنه. بله، و دیگر اینکه بر نتونه سر کنه که نخواست، یعنی میتونه سر کنه و حل نکرد قضیه قرارت و قضیه اختباری اصلا به مسئله اساسی نبود. این که راهی نمیشد بلندنی سر قرارت شما بید یک نهرت بزرگ رو از دست بدید. درسته. حالا شما وقتی که جامعه ایران رو نقد میکنید و صراحت لهجه هم دارید، یکی از چیزایی که همیشه میگید که ایرانی ها توهم توطئه دارن، توطئه دولت های خارجی. خب مثلا ما توی همین قضیه نهضت ملی شدن این توتو دخالت رو داشتیم دیگه، این شما چرا میخوام بدونم که چرا به این میگین توهم، در صورتی که اتفاق افتاده در برهه هایی؟ من که گفتم ملی شدن نفت توتویه بوده. نه نه، این دارم اینو میگم که شما میگید که ایرانی های یه توهمی دارن که دست دولت های خارجی همیشه در کاره. بله، تئوری توتر ما بهشون دیم، توهم تئوری توتر از کانسپیرسی. و ولی میبینیم که مثلا در قضیه ملی شدن نفت و نهضتی که دکتر مصدق راه انداخت، این توته و دخالت خارجی بود. یعنی شما ما فکر نمیدونیم معلومه دخالت خارجی در خیلی چیزا بود، ولی مسئله اینه که انقلاب مشروطه رو انگلیس ها نکردن، انقلاب مشروطه رو انگلیس ها از من نبردن، مسئله این دلیل نمیشه. بله البته دخالت بود، باش مبارزه میکنیم. شما تئوری توطئه یعنی که شما چیز خودتون رو به اصطلاح از چی میگن از خودتون کاملا سلب مسئولیت و سلب حقوق میکنید. وقتی شما سرنوشتتون دست خارجی هست، تو شما کاری نیستون، انگلیس ها خواستن نیستون، انگلیس ها خواستن نیستون، این تئوری توطئه. یه برهه های در واقع از خودتون سلب مسئولیت میکنید، یعنی اینکه ملت خودش چیز نداره، در حالی که ملی شده نفت نشون داد که ملت میتونه علا رقم انگلیس نفت رو ملی کنه. این درست خلاف تئوری توطئه. ولی شکست هم خورد دیگه. شکست خورد برای این کار نتونست کار رو داره کنه. شکست خورد نیست به دلیل این بود، یعنی در هر حال شکست نمیخورد. من در حال صورت گرفت از این کارهایی که میشد و بعضی کارهایی که بلکه کارهایی که میشد کرد و نشد و بعضی کارهایی که نباید میکرد و شد، نتیجه شون بود که بود. وگرنه با چهت باز که نیومدن ایره کلیفه بسه هست مورده با چهت باز نیومدن.
در واقع چیزی که میخوام بدونم اینه که تأثیر داشتن بالاخره اونها در سرنوشت ما در برهه هایی. البته داشتن، البته چی ممکن است؟ بله ممکن است نه، البته تأثیر داشتن. به طرف داره توری توتور داره، توری توتور مالی خولی هاست، نه واقعیت داره، واقع گرایی و واقع واقعیت گرایی و واقع بینی. یعنی اینجوری نیست که همیشه اگه خواست ملت هم راستا نباشه با خواست دولت های قدرتمند مثلا اون زمان انگلستان، اینطوری نیست که اونها نخوان پس نشه؟ نه نمونه های داشتیم میخوام بدونم. نه مسئله اینه که سرنوشت ایران کاملا در خارج از ایران تعیین نمیشه. خود ملت فکر کنم که میتونه نقش داشته باشه به شرط اینکه خودش اینو تحویل نده، خودش نگه نه ما کاری نیستیم، انگلیس ها تکلیفون رو روشن میکنه، خودش اقدام بکنه، خودش فکر بکنه، یه موقع میزنی یه مقدار میخوری. اون فرق داره با توته توته. میخوام بدونم که مثلا نمونه ای بوده که حال شما برامو بگید که خواست ملت همراستا نبوده با خواست دولت ها و ملت پیروز شده؟ پیروز شده انقلاب باشه؟ مشروطه، انقلاب بهمن، به رغم تمام پشتیبانی که شاه و انگلیس و فلان امریکا و انگلیس و فلان از شاه و دولت ایران میکردن و کرده بودن و همون زمان هم کردن دوست. که میگن انقلاب بهمن چون دموکرات ها سر کار بودن و چراغ سبز نشون دادن اتفاق افتاد و بس رد میکنی کاملا. انقلاب بهمن چون کارتر و دموکرات ها سر کار بودن اتفاق افتاد، یعنی نه حتما امریکا پر انقلاب کرد، اون ملت اون 10 میلیون نفر رفتن که رفتن تو خیابون 5 تومن گرفته بودن که از امریکا که انقلاب کنه. آره دیگه بعدش اینه، نه حرف ها چطور امریکا بود کار کنه به ملت قیار کرد، 1 سال تو خیابون را افتاد، بچه شون قلم دوش میکرد میکرد کنان میکرد کشته داد کنان حرف امریکا بود. یعنی تمایل اونا به نگه داشتن حکومت شاه بود. البته تا اونجا که میتونستن روشون نرسید، مگه آقای دیمی کارتر آدم خوبی هم بود، دموکراتی بود دیگه. این اول ژانویه 1978 یعنی میشه اول ژانویه 1356 آمد تهران به دعوت شاه، اونجا به سلامتی شاه به هم دیگه خوردن، چشم فیلمش هم برداشتن و اعلان کرد که 100% از حکومت شاه پشتیبانی میکنه، بنام هست چیزش هست فیلماش هست و اینکه ایران دنبال استراش میدنه جزیره ثبات در خواهر جزیره ثبات ایلند آف استبیلیتی جزیره ثبات، این کاری بود که کارشه کرد، این انقلابی بود. درسته. و جامعه اون زمان نپذیرفت علیرغم اینکه حکومت داشت کار خودش رو به
به شکل قابل قبولی ادامه میداد و همه چیز یه نظم و روالی داشت. این جامعه تصمیم گرفت که دوباره بره به سمت ناپایداری. این رو تو صحبت شو کردیم در مورد داستان تاریخ ایرانه و تضاد دولت و ملت. ملت سخت مخالف دولت بود، جورش که رسید قیام کرد و انداخت دولت. این نفر مشروط هم همین کار کرد. سوال قبلا هم در تاریخ این هم بارها این شده بود، منطقه نه به شکل مدر، به اسامی مدر به انقلاب شده بود. و الان همیشه هم پشیمون میشن، برای همیشه پشت همون ملت پشیمون میشن. همون تا شاه که من نسبت این وطن وطن نسبت میشه خدا بیامرز میگه امریکایی انقلاب کرد، ما نبود، آل احمد کرد. یه سلب مسئولیتی همه میکنن از خودشون مواقع. از چیزی که من متوجه شدم از مجموع صحبتمون اینه که این انگار روحیه ماست که این وضعیت ناپایداری رو بر خودمون همیشگی کنیم. مسئله روحیه نیست، مسئله این تجربه تاریخی و چیزی که ما از بچگی یاد میگیریم انجام بدیم. ما از بچگی زندگیمون بودیم بزرگ که میشیم یاد میگیریم که جامعه کوتاه مدت یا نه با این عنوان فردا معلوم نیست چی میشه، سر همدیگه رو کلا میذارن فلان حرف. همون بچه تو انگلیس اگه به دنیا تو امریکا به فرانسه به دنیا میاد اینجوری بالا نمیاد نمیاد و این فکر رو نمیکنه و تو زندگی هم اینجوری نمیکنه. ممکنه کلا بردار شده فلان، ولی یه حس مسئولیت هست. آدم سالم، آدم چیز مثلا مجرم رو نمیگم، هر مملکتی مجرم داره، ولی آدم سالم اون اکثریت مردم آدم های سوالی رو حس مسئولیت اجتماعی دارن، حاضرن با هم سازش کنن، کنار بیان، پس کنن، کنار کنن. این مسئله روحیه نیست، مسئله تجربه است. مسئله چیزیش که ما بس عادت داریم. عادت کردیم دیگه، یعنی به نوعی در ناخودآگاهمون نهادینه شده، چون تجربه یه انباشت تجربه تاریخیمون نشون میده که این به شکست می انجامه، ولی همچنان عادت داریم که بررسی کنیم. چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار به قول فقر به برخی سیستانی. در پایان اگر نکته یا صحبتی هست که فکر میکنید گفته نشده خواهش میکنم بفرمایید. نه من نه همه هرچی میگم همون هم که هستم هم میگم و گفتم و نوشتم و منتظر کرد و تا نفسم میکشم ادامه خواهم داد. به رقم اینکه تمام زندگی فوش خوردم، تهمت خوردم، از کنم انکار شدم، لعنت شدم از طرف گروه ها و نیروها و قدرت ها و ایدئولوژی های مختلف و متفاوت و هیچ اهمیتی هم نیست. بررسی جامعه کوتاه مدت ایران. امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشین. با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون همایون کاتوزیان و زهرا پزشکیان. نویسنده این قسمت زهرا پزشکیان، تیم فنی آرمین فرخ‌پی و پویا فتورچی، موسیقی رضا ندری و تهیه کننده من یگانه خزائی در تیم پادکست فلای باتل.